همراه هستیم با دکتر آرش هنرور شجاعی، دین‌پژوه و فعال و تحلیلگر سیاسی از هانوفر. آی دکتر هنرور سلام و عرض ادب. آی دکتر، با توجه به نگرانی ها و نظارت نهادهای امنیتی آلمان بر شعبه جامعه المصطفی در برلین، به نظر شما این وضعیت چه تأثیری بر فعالیت های این نهاد و ارتباطات آن با جامعه مسلمانان در آلمان و سایر مراکز دینی فرهنگی مرتبط با دولت ایران خواهد داشت؟ بفرمایید. ضمن عرض سلام و ادب احترام، ببینید، مرکز جامعه المصطفی اولا که خب معترفه که با جامعه المصطفی ایران همکاری میکنه و از اون خطوط کلی خودش رو میگیره. در ثانی جامعه المصطفی در آوریل 2019 از سوی ایالات متحده آمریکا به هر حال به عنوان یک چیزی که وابسته به سپاه قدس است و جز سازمان‌های تروریستی محسوب میشه ارزیابی و طبقه بندی شده بوده، ولی موقعیت و مسئولیتی رو که در آلمان داشت عمدتاً به خاطر عضویتش در اتحادیه جماعت‌های شیعی آلمان بود که حالا بیشتر اعضایش هم شیعیان ترکیه هستن و به هر حال 150 مسجد رو در اختیار داشتند و حتی در اولین نشستی که برگزار کرد در مورد به اصطلاح فهم از اسلام میان واقع گرایی و افراط گرایی، حتی بودجه رو که سازمان حمایت از داخل و جوانان و مثلا مسائل آلمان پرداخت کرد، به دولت فدرال آلمان پرداخت کرد، از طریق اون سازمان 18200 خورده یوروش به جامعه المصطفی رسید. اما بعد از اتفاقاتی که در مورد مرکز اسلامی هامبورگ و سایر مراکز افتاد و الان که دیگه جزء اون اتحادیه نیست و اون مسئولیت رو از دست داده و با توجه به اینکه خود سایت رسمی جامعه المصطفی در آلمان اصرار داره بر پوشش اخبار مربوط به جنگ و مسائل خاورمیانه و پخش اطلاعیه گروه حزب الله و حماس، خب طبیعتاً هم حساسیتایی که وجود داره با اون سابقه‌ای که براش وجود داشته، هر چقدر کار علمی کنه کار فرهنگی بکنه، به هر حال زیر نظر خواهد بود و دولت آلمان برای امنیت خودش و برای جلوگیری از تروریسم و جلوگیری فعالیت‌های خرابکارانه دولت‌های دیگر در خاک خودش طبیعتاً تلاش می‌کنه و برخوردی مانند برخورد مرکز اسلامی هامبورگ رو باش نکرده، فقط افرادی رو که با این نتورک در ارتباطند مورد بررسی قرار داده و دقت دوچندانی در مورد اونها کرده و خب جامعه المصطفی همونجور که فرمودید موضعی نسبت به این موضوع نگرفته. ولی این که الان در گزارش فرمودید خب جامعه المصطفی هدف اصلیش ادامه قرآن و اهل بیت است، نه، ببینید وقتی جامعه المصطفی خودش تقریبا 10 روز پیش در سایت خودش میگه که جامعه المصطفی بلندترین و رساترین صدای انقلاب اسلامی ایرانه، خب اینو دولت آلمان هم میخونه، دولت آلمان هم میبینه و خب برداشت دیگری میکنه، ولو اساتید آلمانی هم درش مشغول پژوهش هستن، ولو در سطح لیسانس درس الهیات برگزار میشه درش و به هر حال اینا مسائلی است که اگر یک مرکز اسلامی بخواد در کشور غربی بدون اینکه ارزش‌های اون کشور ارزش‌های بسیار قانونی رو و ظرفیت‌های اون رو رعایت بکنه، خب طبیعتاً دچار مشکلات میشه. سپاس از همراهیتون، با تشکر از دکتر آرش هنرور شجاعی، دین پژوه و فعال و تحلیلگر سیاسی از هانوفر که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.